بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. سخن در تفسیر آیه اول از سوره مبارکه فاتحة الکتاب بود. گفتیم ابتدا مفردات بسم الله رو تبیین می‌کنیم و بعد تفسیر مجموع آن. رسیدیم به کلمه مبارکه رحمان و رحیم. عرض کردم که رحمان و رحیم دو اسم از اسمای حسنا و دو صفت از صفات اولیای خداوند سبحانه که از ریشه رحمت مشتق شده. رحمان از نظر لغوی بر وزن فعلان صیغه مبالغه است و دلالت بر کثرت میکنه و رحیم بر وزن فعیل صفت مشبه است، دلالت بر ثبات و بقا داره. لغت شناسان رحمت رو به معنای رقت، عطوفت، رأفت و مهربانی، همچنین بخشش و تأمین نیاز نیازمندان تفسیر کردن. مفردات راغب در واژه رحمت اینجوری این واژه رو معنا میکنه، میگه از رحمت و رقتون تقتزل احسان الال مرحوم. رحمت رقته، رقت یعنی دلسوزی. وقتی انسان دلسوزی میکنه در واقع به معنای این است که رقت داره درباره اون کسی که میخواد مورد رحمت قرار بده. وقد تستعمل تارتن فرقت المجرده. گاهی وقتا رحمت در دلسوزی بدون احسان و تارتن فل احسان المجرد عن الرقه، گاهی وقتا هم در احسان جدای از دلسوزی. وقتی شما میگه رحم الله فلانن، خدا رحمت کنه فلانی رو، معناش نیستش که میخواد یک احسانی به اون مرحوم بکنی، دلت میسوزه نسبت به اون کسی که از دنیا رفته و مثلا مشکلی داشته یا چیز دیگری. این در مورد رحمت در مورد انسانه. و اذا وصف الباری فلیس یراد الا الاحسان. وقتی میگیم خدا رحمت کند فلانی رو، نه اینکه خدا دلش بسوزه. خدا دل نداره که بخواد بسوزه برای کسی، یعنی احسان کند. رحمت خدا به معنای انعام اوست، به معنای احسان اوست. و دون الرقه، از احسان المجرد دون الرقه. و علی هذا روی ان الرحمه من الله انعام و افضال. رحمت از جانب خدا به معنای نعمت دادن، به معنای نیکی کردن است. و من الادمیین رقتون و تعطف. رحمت از انسان به معنای دلسوزی و مهربانی است. خب حالا این واژه شناسی رحمت بود. بر این اساس اگر ما صیغه رحمان رو، بسم الله الرحمن الرحیم که میگیم،
رحمان رو در صورتی که صیغه مبالغه بدونیم، این میشه به معنای به نام خدایی که رحمت او چیه؟ رحمت او گسترده است، یعنی وسعت نعمتهای الهی، نه اینکه دلسوزی زیادی داره، به معنای کثرت نعمت هست. رحیم به معنای دوام، و صفت مشبهه میشه دوام نعمت. بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان دلالت از بر وسعت نعمتهای الهی میکنه که حالا باز توضیح خواهیم داد، و رحیم دلالت بر تداوم نعمتهای الهی میکنه. حالا از اینجا دقت بفرمایید، ما وارد بحث گسترده رحمت، تبیین و تفسیر رحمت الهی میکنیم. بر اساس اون مبنایی که در مقدمه تفسیر عرض کردم، ما چون مبنای اصلی تفسیر اون تفسیر قرآن به قرآنه، به هر کلمه‌ای که میرسیم اون کلمه رو در تمام قرآن از ابتدا تا انتهای قرآن مورد بحث و بررسی قرار میدیم، که دیگه بعد انشاءالله در آیات دیگه ارجاع میدیم به این بحثی که فعلا داریم. کاربردهای رحمت در قرآن، عنوان این بحثی که الان داریم این است. کلمه رحمت چه کاربردهایی در قرآن کریم داره؟ در مجموع کلمه واژه ر ه میم این ماده 565 بار در قرآن به کار رفته. البته این عددهایی که بنده میگم بر اساس محاسبه رایانه ای از جامع التفاسیر اخذ شده. حالا خواهران و برادران خودشون هم میتونن حساب کنن، اگر در این عددها شبهی هست بفرماین که اصلاح بشه. این رو بر اون اساس محاسبه کردیم. از این 565 بار 114 بار کلمه رحمت، حالا یا بر رحمه یا رحمتن، کلمه رحمت در آیات مختلف تکرار شده. کلمه رحمان 169 بار و کلمه رحیم 236 بار تکرار شده. البته شکلهاش مختلفه، با الف لام، بی الف لام، در حالات مختلف. خب حالا معانی رحمت، اونجا که اون 114 باری که عرض کردیم رحمت تکرار شده، کاربردهای مختلفی داره. این در تبیین معنای رحمان و رحیم و تبیین معنای رحمت الهی، این کاربردها قابل توجهه. حالا برای نمونه من 10 تا کاربرد رو خدمتتون توضیح میدم، خودتون میتونید بر اساس این تبیینی که من میکنم آیات دیگر رو دقت کنید، معنای رحمت ببینید، که یعنی مصداق رحمت رو پیدا کنید. آیه 27 از سوره مبارکه حدید: و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمه، قرار دادیم در دل کسانی که پیروی از او کردن. این ضمیر به حضرت عیسی برمیگرده. اول آیه این است: ثم قفینا علی آثارهم به رسولنا و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا. اون قسمت قبلی آیه رو کار نداریم، که به دنبال پیامبران قبلی یعنی نوح و ابراهیم پیامبرانی رو فرستادیم تا رسید به عیسی ابن مریم که آخرین پیامبر بنی اسرائیلی است. بعد می‌فرماید و آتیناه الانجیل، به حضرت عیسی، به عیسی ابن مریم انجیل دادیم، کتاب آسمانیش اسمش انجیله،
نکته‌ای که از این قسمته و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه، قرار دادیم در دلهای کسانی که پیروی کردند او را، پیروان حقیقی حضرت مسیح، می‌فرماید رأفت و رحمت دارند. این رحمت و رأفت یعنی چی؟ این کلمه رحمت در اینجا به معنای دوستی، الفت و محبته. اینجا رحمت استعمال شده در دوستی و محبت. کاربرد دیگر رحمت در قرآن رزق و روزی است. گاهی وقتا رحمت در قرآن گفته شده، ولی کن مصداق رزق و روزی است این رحمت، مقصود اینه. مثل این آیه، آیه 100 از سوره مبارکه اسراء، قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق و کان الانسان قطورا. به این مردم بگو شما اگر گنجینه های رحمت پروردگار من رو در اختیار داشته باشید، مالک گنج های رحمت خدا باشید. مقصود از این رحمت در اینجا رزق و روزی است. یعنی اگر امکانات زندگی همه جهان هم دست یکی باشه، انسان هایی که خودسازی نکردن، اذن لامسکتم خشیت الانفاق، باز شما امساک بکنید، بازم دست دلتون باز نیست که بخواید این مالی که در اختیار دارید، رزق و روزی که در اختیار دارید انفاق کنید، از بیم خرج کردن که تمام بشه و دستتون تهی بشه. اگه همه خزینه های خدا هم دست شما بشه، بازم بخل می‌ورزید. و کان الانسان و قطورا، طبیعت انسان قطوره. قطور با ته دو نقطه، یعنی بخیله. یعنی طبیعت انسانی که تربیت نشده، تزکیه نشده، طبیعتاً انسان بخیل هست، امساق ممسکه. اینجا رحمت، خزائن رحمت، اینجا رحمت به معنای رزق و روزی است. سومین کاربرد، یکی از کاربردهای رحمت در قرآن باران هست، دانه های باران. رحمت گفته شده در قرآن، ولی مقصود باران هست. آیه 28 از سوره مبارکه شورا، و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا